بازی کردن احمدی اصفهانی با مفاهیم قرآنی. ابن عباس به مولایم امیرالمؤمنین، مولایمون امیرالمؤمنین، عرض کرد یا علی فسر دیال قرآن، برای من تفسیر قرآن بگو. آقا فرمود شب بعد از نماز مغرب بیا تا برات تفسیر قرآن بگم. شب بعد از نماز آمد، دست جاگه اردی تو قبرستان بقی نشست، رو قبرستان بقی نشست، فرمود بگو، بخون ببینم از کجا برات بگم. گفت بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود بس وایس، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم چند حرفه؟ 19 حرفه. بسم 3 تا، الله 4 تا، 7 تا، الرحیم 6 تا، الرحمن، الرحمن 6 تا، الرحیم هم 6 تا، 6 و 6 12 و 7 ریاضی 20. اما چون شل اومدی ریاضی 19 است. عرضمت بر این که 19 حرف است. فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود بسه، حرف اول بسم الله چیست؟ گفت آقا با. فرمود امشب میخوام تفسیر ب برات بگم. ب ب به یک بزرگم نوا، به یک کوچیک، به یک اول، بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر ب میخوام برات بگم. گفت بفرمایید. ابن عباس میگه شروع کرد برای من تفسیر با بگه، دیدم دریای علم خدا به تلاطم آمده است. شروع تعنی کل فواره فی جنب البحر، دیدم من مثل شیر سماور در برابر اقیانوس اطلس و آرام به تلاطم داره میریزه بیرون. اونقدر میگفت و منم محو جمالش شده بودم در شنیدن، یهو چشمم افتاد دیدم سفیده صبح طلوع کرد، سفیده صبح طلوع کرد. گفتم یا علی، من اگه بودم به خدا نمیگفتم، اما ابن عباس گفت یا علی سفیده صبح طلوع کرد، صبح شد، بریم نماز بخونیم. فرمود باشه، پاشو بریم نماز بخونیم. از قبرستان اومدن بیرون، برن تو مسجد نماز بخونن. ابن عباس میگفتم یا علی متر تفسیر ب تموم شد که فردا شب برام تفسیر سین بگی اینجوری. آقا فرمود تموم شد. لو شئتو لاوقرتو ثمانین بعیدن فی معنى البا، اگر بخوام تفسیر ب بسم الله بگم 80 شطور، هر شطوری یه خروار کاغذ میتونم بنویسم. بینندگان گرامی، الله متعال در کتابش میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، و به راستی قرآن را برای پند گرفتن آسان نمودیم، پس آیا پند پذیری وجود دارد؟ بینندگان گرامی، الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید ما قرآن را برای پند گرفتن آسان نمودیم، اما متوجه شدیم که این روحانی باطنی در راستای دور نگه داشتن مردم از قرآن، داستانی خیالی را به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نسبت می‌دهد تا به مردم بقبولاند که جز معصوم کسی مفاهیم قرآنی را در نمی‌یابد. چند سؤال از حجت الاسلام احمدی اصفهانی. سؤال اول، جناب حجت الاسلام، این تفسیر حرف بای بسم الله کجاست تا ما هم از آن بهره‌مند شویم؟ سؤال دوم، آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش چنین تفسیری از قرآن ارائه کرده اند؟ اگر هست کجاست؟ نشان بدهید تا جهانیان نیز بهره ببرند. و اگر نیست، آیا به نظر شما ائمه شامل این عقاب الهی نمی شوند؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قطعاً کسانی که دلایل روشن و هدایتی را که نازل کردیم
و آن را برای مردم در کتاب بیان و روشن نمودیم کتمان می کنند مورد نفرین الله و لعنت کنندگان قرار می گیرند. چگونه چون این جسارتی در حق امیر المؤمنین علی رضی الله عنه روا می دارید و او را کتمان کننده علم الهی می دانید در حالی که کتمان کننده علم مورد لعن و نفرین الله متعال واقع می شود. جناب حجت الاسلام، آیا اندیشیدن در قرآن را منحصر به تعداد مشخص دانستن در تعارض با فرموده پروردگار نیست که می فرماید؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این کتابی است خجسته و مبارک که آن را به سوی تو نازل کرده ایم تا در آیاتش بیندیشید و خردمندان پند بگیرند. بینندگان محترم، تنها هدفی که این افراد از طرح چنین مسائلی دارند دور نگه داشتن مردم از قرآن و مفاهیم قرآنی است که هدایتگر بشریت به بهترین و استوارترین راه ها می باشد. Oh,